سلام، برگشت به برنامه زنده جولای اول. برای اینکه با دو نفر دیگه هم مشاوره داشته باشیم، میدونم که برنامه اولمون یه مقداری طولانی تر شد، ولی خب اگه ازم میخواین برگردین ریکوست بدین. میدونم 6 نفر منتظر بودن، ولی من برای دو نفر دیگه وقت دارم. حالا اگه بشه من با دو نفر عزیز صحبت کنم بعد برنامه رو ادامه بدیم. مرسی. آه، تولد من از کلای تولد هم بیارم امروز. تولد یکی از دوستان عزیز بعدا هست. سلام به شما، وقتتون بخیر. سلام شما، خوب هستم. مرسی. بعد من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، ببخشید. با مندم هم هستم میام، ولی واقعا نیاز دارم برام دعا کنید اگر ممکنه. بله. من از ترکیه. کجا هستید؟ از ترکیه. اوکی. استانبول. اوکی. اسمتون؟ بعد نیلوفر هستم. نیلوفر. اوکی، بفرمایید. بعدم مانی، متاسفانه یک مدتیه که توی ترکیه دارن اقامت‌های توریستی رو باطل می‌کنن و ایرانی‌ها رو دارن بک میدن به خود ایران. بله. متاسفانه. و اینکه خب یه دلشوره و استرابی برای همه به وجود اومده که این اقامت‌ها تمدید نمیشه این وقت، و متاسفانه من شرایط ندارم که بتونم برگردم ایران. یکی برای این موضوع اگر ممکنه برای من دعا کنین. و اینکه برای شرایط مالی و بیزینسی، الان خیلی عالی بود صحبتاتون، یه جورای جواب خودم هم گرفتم، ولی اگر ممکنه برای من برای این موضوع دعا کنین. شما چیز هستید؟ تنها هستید یا خانواده با شما هستن؟ من تنها هستم. عزیزم تنها هستی؟ اوکی. اوکی. بله. اوکی. کدوم شهر هست؟ استانبول هستی گفتی؟ کجایی؟ استانبول هستم. بله. اوکی عزیزم. باشه، همین الان برات دعا میکنم. حتما عزیزم. مرسی. در نام عیسی مسیح خداوند زنده. برای نیلوفر جان دعا میکنم، برای اینکه پدر میدونی که الان در استرابه، در ناراحتیه. اوکی. دختر خودت، فرزندت به حضورت میارم. پدر آسمانی، ازت درخواست میکنم که اقامتش و ماندنش رو در اون امت جایگزین کنی و مستحکم بکنی. در نام عیسی مسیح دعا میکنم که لطف خودت رو شاملش بکنی و مانع بشی که عزیز برگرده یا مجبور بکنن که برگرده. در نام عیسی مسیح کیسش، اقامتش، اقامت توریستیش و تمام فایل و پیپر ورکش رو به طور رسمی قبول بکنم و حتی در نام عیسی مسیح بهش اقامت دائم داده بشه. معجزه میخوام برات، برای این دختر معجزه میخوام، برای فرزندت میخوام. در نام عیسی مسیح براش مهیا کن. آذوقه میخواد پدر، اون مشکهای روغنش رو پر کن دوباره، داره خالی میشه. در نام عیسی مسیح مشکهای شرابش که مال شادی روحشه، شادی و روانشه و افکار آرام و شالوم خودت هستش رو دوباره پر کن. در نام عیسی مسیح شالوم خداوند، روح سلامتی بر روی افکار، روی روانش، روی فکرش، روی دلش، روی قلبش، روی جسمش قرار بگیره. او را بشات ترم ست لکم برر سیل را رسول را مشهل را بسه. از آنچه که فرار کردی، از آنچه که دور شدی، از آنچه که میخواستی خودتو دور بکنی، در نام عیسی مسیح پدر آسمانی نذار به اونجا برگرده، نذار به اون محیط، نذار به اون موقعیت ها، نذار به اون ضربه ها، نذار به اون خیانت ها، نظر به اون نفرین ها و اون چیزهایی که من میبینم در گذشتش بوده برگرده. نظر به اون محیط برگرده. نظر به اونهایی که به اون آسیب رسوندن برگرده. مانع بشو در نام عیسی مسیح. و همینطور درها رو میبندم برای شریر و شرارت که آسیب دهنده ها باید شکسته بشن، باید دور بشن. دستان شریر و شرارت که میخوان به این دختر جوان، به این عزیزت آسیب برسونن، اونها رو دستاشون رو میشکنیم، برنامه‌هاشون رو از بین میبریم، اون درها رو میبندیم در نام عیسی مسیح. لطف خداوند شاملش بشه، لطفی که شاملش میشه هم از آسمان بیاد با صلح و آرامش درونی و روانی، هم اون لطف تو شاملش دنیوی بشه، از طریق انسانها بیاد، مأمورین اون مأمورین دولت با عزیزانی که براش کاری مهیا بکنن، بیزنسی مهیا بکنن. اگه تجارتی داره، بیزنسی داره، راه درآمدی داره، اون رو مبارک کن. اگه نداره بهش داده بشه در نام عیسی مسیح. اگه آذوقش داره به انتها میرسه، پدر آسمانی به طور معجزه‌آسا براش برسون.
در نام عیسی مسیح تنهاش نذار. بذار فرزندان عزیز تو، اونهایی که در کلام تو استوارن و قلبهاشون پر از فیض و محبت، به این خواهر برسن و دوربر او را احاطه بکنند. در نام عیسی مسیح اینها را میطلبم برای خواهر عزیزم. آمین و آمین. باشه عزیزم. مرسی من. خواهش میکنم. خدا همراهت باشه. مرسی. وقتتون بخیر. خواهش میکنم عزیزم. عزیزم. خیلی سخته. باش هستیم. در دعا. عزیزو در دعاتون نگه دارید. اونایی که امروز الان رو برنامه زنده هستی، نیلوفر جان از طرف استانبول، براش دعا کنید. احساس سنگینی عمیقی روش کردم و حقم داره. میدونم با مشکلات فراوانی اومده و اونجاست. نمیخوام از نظر دعا تنهاش بذارید. بفرمایید. عزیز بعدی. الو. سلام. سلام. سلام به شما. سلام. خوب هستین؟ بد نیستم. بد نیستم. فقط عینکتو میبینم، ماسکت هم میبینم با عینک و ماسکی. آره. کجایی؟ چون داخل ایرانی مجبوریم. ببخشید. اوکی، خواهش میکنم. بسیم. بفرمایید. خوب هستید برادر؟ خدا را شکر. مرسی. بفرمایید. قربان. ما از داخل چیز کالج حیات نو شما رو دنبال میکنیم. خب؟ مرسی. 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 بعد عرضم به حضورتون ما نیاز به راهنمایی داشتیم. بفرمایید. و در یه موقعیت خیلی بد قرار گرفتیم. بفهمه. ما الان 3 ساله که ایمان داریم. خب؟ اوکی. بعد داخل این 3 سال تقریبا 1 سالش داخل یه فرقه بودیم که فهمیدیم درست نیست و اشتباه و اومدیم بیرون. بله. و بعد از اون اومدیم با یکی آشنا شدیم و اون رو وارد خونه و خانوادمون کردیم. Okay. چون من پدرم مادرم کلا خانوادگی برادر و خواهر و همه ایماندار. اوکی. بعد عرضم به خدمتتون که ایشون اومد و بعد از 2 سال ما فهمیدیم که ایشون کلاهبردار بوده اصلا. و نزدیک به 700 800 میلیون از کل خانواده کند و به نام مسیح در. آخ. و ما داخل شرایط فوق العاده بد گیر افتادیم که نیاز به شبان داریم، نیاز به تعلیم داریم، نیاز به تقویت داریم در واقع، چون واقعا توی وضعیت بسیار میتونم بگم فجیع قرار گرفتیم. این اتفاق کی افتاد؟ حدودا الان 2 ماه که اینا رو فهمیدیم و قطع ارتباط کردیم. واو واو. این شخص خودش ادعای مسیحیت میکرد؟ ادعای شبان بودن میکرد، میگفت من خود خدام، من فلانم. بعد داخل 1 سال اول قوت و معجزات هم یه چیزایی داشت، بعد از اون دیگه اصلا فقط به زور انسانی اومد جلو و اصلا دیگه وضعیت فوق العاده اصلا نمیتونم توصیفش کنم حتی براتون. جالب نبود اصلا. بله متوجه است. اوکی. خب من چیکار براتون بکنم؟ دعا میکنم 100%. ولی دیگه چیکار میتونم براتون بکنم عزیزم؟ میگم یه راهنمایی میخوام که به عنوان مثلا شبان کسی رو میشناسید معرفی کنید، چون ما الان حدوداً 2 ماه که کلا از بس به قولی زده شدیم یه خورده. بله. نیاز به یکی داریم که بتونیم باهاش صحبت کنیم، بتونه راهنماییمون کنه، بتونه داخل ایمانی خورده تقویتمون کنه. اوکی. و من درک میکنم و این آیدی شما رو هم الان نگر داشتم، چون میتونم آیدی شما رو به 2-3 نفر بدم که از عزیزان بسیار امین خودم هستن، برادرانی که مطمئنم که شما رو ضربه نخواهند زد ولی باز از خارج هستن، یعنی تو خود اینجا نیستن. با این حال ارتباطتون رو میتونم با شما از یه طریقی حفظ بکنم. من اولا که دلشکسته هستم به خاطر اینکه شما عزیزان ایماندار، اصلا دلم میشکنه وقتی که این گرگا میان در این جلد یک ایماندار چنین ضربه ای رو به دیگری میزنن. من میخوام بهتون بگم که برای من موجب تأسف، موجب بسیار ناراحتیه که شما در جایی که قرار گرفتی. کاری که میتونم بکنم اینه که 100% با 2-3 نفر از خادمین خودمون تماس بگیرم، بچه‌هایی که حاضرن با شما در تماس باشن، با شما دعا کنن، مشاوره بدن و کمکتون کنن، شبانی بکنن در حدی که میدونم که هیچ وقت به شما آسیب نخواهند رسوند.
از بیرون درست. از درون اون مرسی لطف از درون اون امت من کسی رو نمیشناسم که میتونم این کارو بکنم، از بیرون میتونم بکنم. نکته دوم این هستش که آیدی شما رو هم دارم و برای شما به طور به خصوص دعا خواهم کرد خود من، به خاطر اینکه دل شکسته هستم و از شریر و شرارت در نام عیسی مسیح بهت دارم حکم میکنم شریر، آنچه که دزدی باید برگردونی، آنچه که دزدیده شده باید 7 برابر برگردونده بشه. آن کسی که دزدیده، پدر آسمانی، آن کسی که دزدیده دستهاشو ببند، پاها رو ببند و آنچه که غارت کرده باید برگردونه، آنچه که غارت شده باید برگردونده بشه در نام عیسی مسیح. پدر آسمانی بگذار چنان سنگینی روی شخص بیاد، محزون بشه به خاطر کاری که کرده که جبران کنه در نام عیسی مسیح، برگردونه، توبه کنه از کاری که کرده. برای این عزیزان دعا میکنم که از این موقعیت بسیار سختی که درش وارد شدن، خداوند خود زنده، خداوند زنده در نام عیسی مسیح یه معجزه کن، یه راهی رو فراهم کن، جبران بشه، اضافه بشه جایی که کنده شده، برگردون جایی که برده شده در نام عیسی مسیح. و پدر آسمانی به من کمک کن که بتونم راهنمایی درست برای این برادر و خواهران بکنم، اینا بچه های تو هستن و خداوند یه گرگ آمده به دریده و در نام عیسی مسیح پدر تو شبان نیکو هستی، خودت کمکشون کن، به منم حکمت بده چگونه بتونم کمکشون کنم در نام عیسی مسیح، آمین. یکی از عزیزان با شما در تماس خواهد بود، اوکی؟ یکی از عزیزان با شما در تماس خواهد بود. مرسی که تماس گرفتید. شما رو من خواهش میکنم. مرسی از راهنماییتون. خداحافظ. خیلی ممنون. این تماشا برای اتمام برنامه‌مون بود، میدونم بیشترم وقت ندارم. عزیزان برای این برادرم دعا بکنید، خیلی مهمه. مرسی برای اینکه با ما بودید. در فیض خداوند عیسی مسیح ازتون خداحافظی میکنم تا برنامه کلیسا یک شنبه. مرسی برادر سام برای خدمتت. تولد دوست عزیزت هم تبریک میگیم که در جولای هستش، و اون عزیزانی که واقعا این برادر رو میشناسید میدونین چه خادم نیکویی هستش، خیلی زحمت میکشه اینجا، با اینکه من خیلی عزتش میکنم چون کسی دیگه رو ندارم عزتش بکنم، حالا اینجاست. اگه یکی دیگه هم بود اونم اذیت میکردم، حالا اینو اذیت میکنم چیکار کنم؟ به قول ایرانی میگن طرف چی داره، نمیخوام بگم، کرم داره اذیت میکنه. من دارم اینا اذیت میکنم. آلرایت، فیض خداوند عیسی مسیح باشه. برای این عزیزانی که تلفن کردن، مخصوصا این دو زاد عزیز آخر، نیلوفر جان از استانبول و این برادر و خانواده‌اش در ایران، در دعا باشید برای خبرهای خوب و معجزه. و ببین مواظب خودتون باشید، افرادی که میان و ادعاات بزرگ میکنن و حتی با علایم و معجزات هم میان، عزیزان زندگی‌های خودتون رو دستشون ندید. این حکمت بس در شما باشه. میدونید اعتماد کردن اوکیه، ولی حکمت رو بس داشته باشید. من توی زندگی روحانی خیلی کم دیدم که رابطه های مالی بین خادمین یا بین اعضا خراب نشه. سعی کنید در رابطه های مالی به همدیگه قرار نگیرید، به همدیگه وام ندید، مثلا برای اینکه اصلا اینوست بکنید. اگه میخواین کمک کنید، کمک کنید، چون دیگه دستتو شستی رفته. ولی نبیه پول و هرچی داری نداری دستی یه دونه خادم بذاری، چون میگی این خادم خداست، این مرد خداست. اینجوری اعتماد نکنید. این به خاطر اینکه وسوسه های بزرگی میشه برای افراد. خواهش میکنم مواظب باشید، حکمت داشته باشید، از دیگران مشاوره بگیرید قبل از اینکه وارد مسائل مالی بشی با یه نفر دیگه. خیلی مهمه این اعتمادهای بیخود نکنید، چون مخصوصا تو کلیسا اسم مسیح رو میتونن استفاده بکنن و شما رو در دام بندازن. آمین. حکمت جای خودش رو داره، از خادمینتون حکمت بخواید، مخصوصا از اونهایی که میدونید خوبی شما رو میخوان. آمین و آمین. از شما خدافظی میکنم. مرسی.